پشم هشم نعسه و نسلی اخترا سیوالان و مشه مراشا قهیلت یعقوب بزرگ تشمید برخ براشای به هر سینهی میخونیم فصل بیست و پنج پاسوق سی و نو میفهمید یاموخ آخیخا ایماخ و که الله لو تعود با عودت آود هرگاه فقیر شود برادرت که با توه در نزدیکی توه ایماخ بنیم بر فروخته شود به تو لو تعود بو کار نکش از او کارهایی که مخصوص غلامان هست هر کاری رو به او نده و راشیزال توضیح میده که عبودت آود عبوداش الگنای یعنی یک کاری که زشته و مشخصه که اون غلامه مثلا وقتی که تو میخوای بری به حمام اون لباسات و وسایل تو پشت سر تو دست بگیر و را بیفته یا یعنی اینکه بیاد های تو رو به پات بکنه این کارا کارایی است که مخصوص غلامانه و تو نباید به برادرت که حالا خودشو به غلامی برای تو فروخته بیای یه کاری انجام بدی که این چنینه حالا بالاخره این مقادش توضیح میدن به خیاموخ آخیخا و خاخیخا به پاراشا زو تیرمز این پاراشا اشاره میکنه به اون چیزی که خخامی فرمودن در زوارقادوش زیر هاشم دستور داد به سار ادوم که اون سامخ ممه که رفتار نکنه با بیرحمی با قوم اسرائیل و همینه که میفرماید به خیاموخ آخیخا هرگاه بیچاره بشه فقیر بشه برادر تو همونطور که پاسخ در ملاخی یک میفرماید هلو آخ حساب لیعقوب مگر نه اینکه برادر اصاب بر برای یعقوب ایماخ که نوشته تو این پاسخی که بالا داریم به خیاموخ خا... ایماخ میگه چه عاملی باعث شده که یعقوب زیر دست حساب بشه نوکر حساب بشه به خاطر ایماخ نمیخوتو و نیوتو و لسد ایوتو ایماخ بیچارگی و فقرش به خاطر که همراه حساب شده با راه های او همراه شده و همکار او شده خلاف انجام داده شنید لف لیدراخه خا آرائیم. پس تو اینجا توضیح میدیم حالا برای میفرماید می که اینجا هرگاه بیچاره شود برادر تو با تو یعنی اصابی که برادر یعقوبه افضل بشه به یعقوب چرا افضل بشه؟ به خاطری که یعقوب آوان کرده ایماخ شده همراهی کرده در کارهای بد اصاف این باعث شده که یعقوب بیچاره و فقیر بشه و زیر دست بشه و با وجود همه اینا زوار می میفرماید که خداوند دستور میده به سار ادوم به معمور و نماینده ادوم که همون از نسل حساب هست که با جامعه اسرائیل علا رقم گناهکاریش با بیرحمی رفتار نکنه فنیم که عمرو یشعیا نونبت همونطوری که پاسخ میفهمد در یشعیا خینام نیم کردیم شما مفت مجانی و بیخودی فروخته شدید زیر دست حساب شدید کرده و داراش کرده دست و عرقادش پارشای تروما کی بخینت سامخ مم تیغرا خینام جنبه اون فرشته بد و تامه که ادوم باشه این خونده میشه خینام یعنی اینکه ما بی خودی بی دلیل همین که گناهی کردیم زیر دست شدیم چه گالوت اخیل از این گالوتی که شروع شده برای دوم زخور اشم شم لیبنه دوم یاد بیاورد خدایا برای فرزنداد دوم و یه سب لو تعود با عودت آوید و دستور میده به ادم که تو اجازه نداری کار سخت به جامعه اسرائیل بدی حالا که اونا زیر دست شدن به خاطر گناهشون از در بر طریقه ای که ایرمیا می فهمد جامعه اسرائیل قلامه ولی با وجود این نباید به صورت غلام باهاش رفتار بشه الا که ساخیر که توشاو ایه ایمو مثل یک نفر که به صلاح کارمنده و کارگره و خوشنشین اینطور باید باهاش رفتار بشه لسرچیش لسر به اسرائیل چون که در جامعه اسرائیل دو تا جنبه هست همون آهاام و یوشف به شبت تخکمونی یعنی اینکه جامعه اسرائیل به صورت یک ملت داره زندگی میکنه حتی او زمانی هم که زیر دسته نباید حساب بندگی و غلامی روش گرد. به تیم هگم شه اسرائیل معلیم نیستین و و در نتیجه همچنین وقتی جامعه اسرائیل مالیات میدن و عوارز میدن اونهایی که اهل تورا هستن در جزء این مالیات نیستن همونطوری که گمارای بابا بطرا دافخت عمود توضیح میده از اول پاسخ رو خدمت سوران از گمارا توضیح میدیم میفرماید افخو و بمیم کل قدوشا به یاده به تو کو لرگله ایسا میدب به خواه و میفرماید افخو و بمیم. حتی وقتی ملت ها رو خدایا تو دوست میداری اونها رو مسلط میکنی بر ملت ما کل قدوشاو به یاد خواب تمام اونهایی که مقدس هستند عزیز تو هستند تنمید خخامیم به یاد در دست تو هستند و اینا معافن از مالیات و ادامه پاسخ میفرماید تو کل رگزه خوا. تان راوی یوسف میفرماید که اینها تلمیده خخامیم هستند شمه خط تیم رگلهم که پا میزنن از اینجا به اونجا پا میکوبن از این شهر به این شهر و از این کشور به اون کشور که یاد بگیرن تورا و یاد بدن و بعد میفرماید ایسا میده به روتخا یعنی لیسا بریتن به دی بوروتاب یعنی دارن بحث میکنن و گفتگو میکنن در کلام خداوند پس ما تا اینجا میبینیم که زمانی هم که جامعه اسرائیل در گالوت هستن زیر دست هستند، اون افرادی که لمده تو را هستن تنمید خخامیم از مالیات معاف هستند ادامه میده از سفر ازرا میفرماید که ازرای فصل هفت پاسخ 24 میندا بلو و لا شلیت و اونجا توضیح میده همون گمارا که مالای بابت را دافخت امودریشون آمر راوی اودا میندا م... یعنی چه میندا یعنی زو منت ملخ این سهم پادشاه اون مالیاتی که میگیرن از مردم و به پادشاه میدن بلو زو کسف گلگلتا یعنی اون پولی که به خاطر هر نفر داده میشه و حلق زو ارنونا این عوارز اون مالیاتی است که بعضی موقع پرداخت میشه پس اینها همه گویای انواع مالیاتی است که گرفته میشد و ادامه پاسخ میفهمد لا شلید به اونها مسلط نمیشد یعنی از خخامی و اون صدیقین گرفته نمیشد که نگه همون ام هم آمر در مقابل انبوه قوم داره گفته میشه که ساخیر شه مخورین به عدبانو که اونا مثل یک نفر عجیر هستند که اونا فروخته شدن سپرده شدن به خاطر گناهانشون و در مقابل صدقیم آمر که توشاو مثل یک خوشنشین و بومیست که نیست مگر نشسته بین ملت ها تو گالوت اول این علیه مسا ملخ ولی بار پادشاه برو قرار نداره پا ادامه میده به عمره اتشنه یوول پاسخ بعد میفرماید مانند یک کارگر یا یک بومی و مقیم باشد با تو ای ایماخ اتشنه یوول یا ایماخ. تا سال یوول با تو کار بکنه اینجا گبول گبولا, گبولا که یادوه اینجا مرز گئولا رو داره میگم طور که معلومه یعوا دیماخ یعنی یک زمان خاصی و محدودی با تو کار میکنن مدی عشم و اطلاع میده که صف صف بالاخره خارج میشه از نزدش بشته ویاتسا ایماخ او واناو خارج شود از نزد او خودش و بچه هاش بعدی بعدی میمالف ویاتسا میماخ او واناو ایمو یعنی خودش و بچه هاش خارج میشه از نزد اون اربابش یعنی اینجا هم از گالوت نجات پیدا میکنه توضیح میده اینجا انیسوسی ممیت به امساوت ایوتا یعنی اون جرقه های مقدسی که در جاهای مختلف پخش شدن به وسیله اینکه اسرائیل ها اونجا هستن اونها جدا میشن و به جای اصلیشون برمیگردن و این صد صد و راز گالوته که اگر این چنین نبود لامال و یسرامشن به سوید موسار شام برسامون نخلاتا که اگر به خاطر جدا کردن و آزاد کردن این جرقایق قدوشان نبود چرا خدا و رو تنبیه نکرد با به اون کتک و اون شلاق و اون چوب پندش در سرزمینی که هستن در سمی خودشون هستن چرا همون جایی که اصلا اونجا جریمه نشدن چه لزومی بود که اونها رو ببره به گالوت اونجا اونها رو جریمه کنه الا بلکه یکی از این دلیلا به خاطر اینکه جدا بشه اون نیسوست قدوشا اون جنقای قدوشا از میان اون سرزمین ها زیرا هر مکان و مکانی که جامعه اسرائیل اونجا یافت میشن به این ساوت ای سوریم و تورا و میسوت به وسیله اون یسوریم و تورا و میسوتی که اونها انجام میدن اون جرقه جدا میشن آزاد میشن از خودشون و این همین رازیه که میفرماید قولت خط پاسخ نو تشر شالت آدام به آدام لرالو یعنی گاهی وقتها میشه که انسان روی انسان برای بدی به او مسلط میشه و اینجا توضیحش اینه که اون کسی که مسلط میشه براش بده چرا؟ چون زجرهایی که اون زیر دست میکشه خوبی رو از اون مسلط شده بیرون میکشه و میبره یعنی اینجا هم وقتی اینا میرن جاهای مختلف و یه سوری میکشن سختی میکشن اون جرقه های مقدس رو آزاد میکنن و رهایی میدن و برای اون کسی که اونها رو آزار اذیت کرده بده ولی خود اونها با این زجری که کشیدن میتونن اون جرقه ها رو آزاد کنن و بیرون بکشن پیدامه آرا برای خمی مقادر خطو اگر بعد اگر بگی اگه این طوریه خب اگه اسرائیل پس خطا نمیکردن به گالوت هم نمی رفتن کی این جرقای مقدس رو جدا میکرد آزاد میکرد حالا اونجا در پراکندگیشون جدا میکنن اگه گناه کرده بودن چطور این جرقای قدش جدا می شدن میگه بدان ده اگر اسرائیل ها خطا نمیکردن این قدرت رو داشتن که اون جرقای قدوش رو جدا کنن و آزاد کنن از همون جایی که هستند بدون ای که به گالوت برند با اون میسوایی که انجام میدن و اوز خوت بالایی که دارن دورا دور میتونن اونجا رقای قدوشایی که درگیر و گرفتاره رو نجات بدن میکل ماقوم از هر مکانی که بیان اونجا در حالی که بختی خطا کردن دخالش کخام قدرتشون ضعیف شد و ای کاش بتونن در مکانی هم که هستن اون جرقه رو نجات بدن و این میفهماد به شابل میشپخت و برگردد به اون اصل و خانواده خودش زیرا زمانی که گوئل میاد ان ما میبینیم می که خداوند قرض میکنه در میان ما میکاره در میان ما اون نور بزرگ خودش رو اشر شاموش پخ قدم اسرائیل که اونجا خانواده قوم اسرائیل هست همچنین یاقوم و بلند میشن اونهایی که در خاک خوابیدن و هر کسی به اون سمیه پدرش برمیگرده و او اور اولام به تمیق داشت کنن و یاد خواه و این نور ابدی است که به وسیله به تمیق که آباد میشه و خداوند اون رو را آراسته میکنه ما خواهیم دید و تمام اون جرق آزاد میشن و به جای خودشون برمیگردن بارو خشم اولام آمن و آمین